به نام خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زیبنا با من سمیع نوری خوش آمدید. باشندگان کابل از افزایش قیمت مواد خوراکی و بلند رفتن نرخ فقر و بیکاری نگرانی میکنند. آنان میگویند که فشارهای اقتصادی بر امارات اسلامی افزایش یافته و در کنار بلند رفتن بهای مواد خوراکی و سوختی، صف‌های طولانی عقب بانک‌ها و عدم دسترسی کافی به پول مردم را با چالش روبرو ساخته است. باشندگان پایتخت از جامعه جهانی میخواهند که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را شدت بخشند. در این میان امارات اسلامی میگوید که به زودی با گردآوری درآمدهای گمرک‌ها و مالیه افغانستان از زیر فشار اقتصادی بیرون خواهد شد. با این حال آیا امارات اسلامی با این فشارهای اقتصادی میتواند فضای بحران اقتصادی را کاهش یا از بین ببرد؟ چه چالش‌های فرارای این مورد وجود دارد و چه فرصت‌هایی می‌تواند برای کاهش فقر و بهبود روند تجاری یا اقتصادی کشور مؤثر تمام شود؟ پیش از اینکه در این باره با مهمانم عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی که از کابل با ما وصل هستند، صحبت کنیم. یک گزارش کوتاه را بیننده باشید. افغانستان گواه تحول بزرگ بود، تحول سیاسی که به تغییر نظام انجامید و بسیاری روندها را زیر شعاع خود قرار داد. به ویژه وضعیت اقتصادی افغانستان متأثر از تحولات پنداشته می شود. برخی باشندگان پایتخت می گویند که بهای مواد خوراکی و سوختی بلند رفته و عدم دسترسی مردم به پولشان که در بانک هاست بر چالش های اقتصادی افزوده است. حکومت ها به خوب نشه، کل مردم پریشان، ساعت قیمت است، کل چیز قیمت است. جامعه جهانی گفته که در کنار فشار اقتصادی برخواسته از تحول سیاسی در افغانستان، خشکسالی عامل درشت دیگر است که ممکن افغانستان را با قحطی و گرسنگی روبرو سازد. از همین روز که شهروندان از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان شتاب بیشتر ببخشد. ولا ضرورتونه خلق ډېری له مشکلاتو پیدا شوی ډېری دي، نو موږ تاسو باید وسیله وکړو. نو خدای خو مهربان ده، الله مهربان بچا ده، الله تعالی بالات صحیح کی. چالش های اقتصادی هرچند مردم را متاثر ساخته، اما امید هنوز هم بین شهروندان زنده است، چنانچه که برخی ها میگویند بر مشکلات فائق خواهند آمد و روز افغانستان را به بوستان گل مبدل خواهند ساخت. ان شاء الله به یاری خدا دیگه اگه دولت‌ها کمک شا به یاری خدا، به یاری خدا دم بهترین عمل میشه، بسیار ارمانی میشه، بسیار خوب و جواب خیر افغانستان ما بلبلدار میشه. امارات اسلامی تایید میکند که فشار اقتصادی بر افغانستان وجود دارد. به ویژه بخشی از این فشار برخواسته است منجمد شدن حدود 10 میلیارد پول افغانستان از سوی امریکا است. اما امارات اسلامی باور دارد که این چالش مقطعی است و در آینده نزدیک هم مشکلات اقتصادی و هم مشکلات پولی در بانک‌ها حل خواهد شد و مردم زندگی عادی و بی دردسر خواهند داشت. آنچنان که گفتم مهمانم در این برنامه آقای عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی از کابل با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر رشتیا صاحب. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. بس از اینجا شروع کنیم. حالا مردم افغانستان از افزایش قیمت‌های مواد خوراکی و بلند رفتن فقر و بیکاری نگران هستند. چالش این نگرانی را شما در کجا می‌بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر. خدمت باشین. سلام خدمت شما و مردم شریف از افغانستان تقدیم می‌کنم. ببینین معمول از در تمام دنیا زمانی که یک بحران اقتصادی به میان میاد، این بحران کوتاه مدت می باشد، اما تبعات از این در دراز مدت قابل احساس و محسوس می باشد. اینجا دو گپ عمده وجود دارد. هیچ را قیمت ها در مارکت افزایش پیدا می کند، خصوصا کالاهای استراتژیک و یا کالاهای اساسی با گذشت هر روز دارد قیمت های بلند میره، اما بحث عرضه و تقاضا است. اما متاسفانه بعد از تحول بزرگی که در افغانستان صورت گرفت، شما شاهد هستین که نهادهای مهم اقتصادی یا به شکل مطلقاً مزدود شد و یا محدودیت‌ها اعمال شده که به خاطر کمبود نقدینگی در مارکت و از طرف دیگه کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار، اینا عوامل بودن که باعث شدن که قیمت‌ها در مارکت بلند بره. از طرف دیگه هم شما می‌فهمید که اقتصاد افغانستان متاسفانه در این 100 سال پسین وابسته به کمک‌های جامعه جهانی بوده و از جایی که کمک‌ها کاهش و افزایش پیدا کرده، در قسمت ثبات پول افغانی تاثیر خیلی بسزایی داشته. با کاهش و یا قطع شدن کمک‌های جامعه جهانی، متاسفانه که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی قیمت خود یا ارزش خود از دست میده و چون افغانستان کشور وارداتی است، متاسفانه که در این مدت 20 سال اما در پهلوی این همه چالش آقای شیا، حالا امارات اسلامی، معاون دوم امارات اسلامی مولوی سلام حنفی هم از احتکار بعضی بازرگانان صحبت داشت و هشدار هم دادن که روی همین موارد بررسی صورت میگیره. چقدر در این باره بازرگانان احتکار میکنن؟ خب من میخوایم اینجا دو موضوع را اشاره میکنم. من مطمئن هستم که تجار ملی افغانستان هیچگاه دست به احتکار نمیزنه و اونا کسایی هستند که همیشه به خاطر رفاه و آسایش مردم افغانستان در شرایط خیلی بد امنیتی و وضعیت خیلی بدی که متأسفانه با شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها ایجاد شده بود، اینا خوشبختانه اما مکلفیت‌های اجتماعی خود در قبال وطن و مردم افغانستان ادا کردن. اما این هم بعید به نظر نمی‌رسه که تعداد ممکن دست به احتکار بزنه، که احتکار خودش از نگاه اسلام و از نگاه قانون بازار یک جرم پنداشته می‌کنه که حتما مسئولین امارات اسلامی افغانستان در این مورد جدی اقدامات خود پا داشتند. اما میایم به بحث اساسی و بحث تکنیکی را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم. یکی از چالش‌های عمده و اساسی که چرا بالای کالای اساسی تاثیر بسیار منفی گذاشت و نرخ‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه، ببینید ما مشکلات داریم. ما به عوض از اینکه به احمد یا محمود هم علامت بکنیم، خوب است که صفا بشینیم که ما چیکار کردن میتونیم به خاطر تجار افغانستان، سرمایه‌گذار افغانستان و چطور میتونیم این مشکل برای شکرای حل پیدا بکنیم. ببینید امی لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، شما خبر داریم که ما چی مشکل در مرزا داریم. شما ببینید که بیشتر از 2500 کانتینر شما امی لحظه در مرزا منتظر است که اجازه پیدا بکنند که به کشور مبدا برند. به دلیل از اینکه روزانه الی $10 بالای از اینا مصرف میده، بس دتنشن و بس دمرج و خاکپولی، اینا چیزایی هستند که تا $180 روزانه بالای از اینا مصرف میده و تجار مجبور است که از مصارف را که به خاطر انتقالات و ترانسپورتیشن انجام میدن، اینا را بالای کالا افزود بکنن و اضافه بکنن و اینجاست که کالا در مارکت داره قیمتش بلند رفته میره. مشکل به کجاست؟ مشکل به کجاست که کانتینرها این همه کانتینرها متوقف شده؟ ببینید در دو بندر که ما با پاکستان داریم، در اسپین بولدک و در تورخم، ببینید به هزارها یا به صدها کانتینرهای خالی که باید به اسری وقت اینا به کراچی انتقال پیدا بکنن، اگر هر روزی که از میاد معینه زی میگذره روزانه تا $180 بالای از اینا هزینه میره. و از طرف دیگه ببینید روزانه اینا 20 کانتینر اجازه میدن که داخل خاک پاکستان شود و در اونجا در قسمت اما چرا اجازه عبور دادن نمیشه؟ ببینین اینمی روند خیلی بطی و بکندی پیش میره. اونا در یک روز 20 کانتینر پروسس میکنن، اما از اون طرف تا 120 کانتینر میه و اینجا بدون کدام مشکل داخل خاک افغانستان میشه. و از سوی دیگر ببینین که ما در قسمت کمبود ترانسپورتیشن مواجه هستیم. قبلا اگر شما ببینین در کراچی، اگر در قسمت ترانسپورت تا 350,000 افغانی شما دلار کلدار شما پرداخت میکردیم، امروز او به 6 کلدار رسیده. یعنی با کمبود کانتینرهای خالی در کراچی مواجه هستیم. مال تجار چی هم مال خام و چی کالای استراتژیک همشان اونجا منتظر هستند که داخل افغانستان اونا آورده شود. اما متاسفانه این مشکلات بسیار عمده وجود داره که تاثیرات خیلی بد بالای قیمتان گذاشته و از سوی دیگه مزود بودن بعضی نهادهای دولتی از جمله پاسپورت که اکثریت تجار شما وقتی بیشان. اما شما مشکل در کجا می‌بینید؟ مشکافی کردن که مشکل از طرف کیست؟ آیا پاکستان نمی‌خواد این کار انجام بده؟ خب ببینید ما از طرف افغانستان، امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود داره. ما با مسئولین که صحبت کردیم، اینا اطمینان کامل حل مشکلات داره. اما مشکل اساسی اون طرف مرز وجود داره. متاسفانه در این مدت 20 ساله که ما آمدیم تا این لحظه و بالاخره نظام تغییر کرد، هنوز هم ما مشکل استراتژیک با پاکستان داریم، با مشکل مرزی و ترانزیت با پاکستان داشتیم و داریم، هنوز هم اینا حل نشده. اگر مشکل مرزی یا مشکل تجارتی بین پاکستان و افغانستان حل شود، من مطمئن هستم با وجودی که چالش‌ها و مشکلات دیگه هم وجود داره، این مشکل حل شود. یعنی پاکستان در قبال این است که مشکلات سیاسی را گره میزنه با مشکلات تجاری، درست؟ بدون شک قسم تجربه نشان داده، متاسفانه پاکستان همیشه همه مسائل از بود سیاسی میبینه. شما ببینید که مناسبت اونا مشکلات مرزی را ایجاد میگردن و از طرف دیگه نه تنهای پاکستان بلکه تماما کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما متاسفانه که یک دید سنتی به افغانستان داره و مارکت 35 میلیونی افغانستان همیشه اونا تارگیتشان بوده که و نگذاشتن که هیچگاه افغانستان سر پای خودش استاد شود و همیشه افغانستان یک کشور وابسته و یک کشوری که من حیث زبالدانی مسئولات بی‌کیفیت از اونها بکنم با هیچ چیم دیدن، اما هیچگاه متاسفانه که اما پاکستان همواره مطرح میکنه که ما ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان برای ما خیلی مهم است و چند روز پیش سفیر پاکستان در افغانستان هم در صحبت‌هایش گفت که پروژه دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان افغانستان هم میخواهد دخیل بسازه و چندی پیش هم مشاور شورای امنیت ملی پاکستان هم روی تاکید داشت که افغانستان با بحران اقتصادی مواجه نمیشه. این گفته ها را چگونه ارزیابی میکنید شما؟ خب تا جایی که ما تجربه داریم و از گذشته ها بودیم، پاکستانی‌ها متاسفانه هیچگاهی با مردم افغانستان صادق نبوده و با هیچ رژیمی که در افغانستان آمده صادق نبودن. همیشه اونا گپای خود داشتن، اونا اهداف یا هم استراتژیک خود داشتن در افغانستان تعقیب کردن و هیچگاهی با مردم افغانستان صادق نبودن. ببینید اگر واقعا اینا صادق می‌بودن تا دو پروژه بزرگ منطقه‌ای باید سرکت داده می‌شد. شما بس تاپیر ببینید که سال 2016 قرار بود که با کار شروع بکنه و در سال 2019 ختم شود و در سال 2020 رسما ملی به برداری سپرده شود که این میتونست هم سالانه از 400 تا 500 میلیون دلار به افغانستان که ترانزیت بده و از طرف دیگه میتونست که ما از گاز استفاده بکنیم و بالاخره این پروژه حرکت میکرد از طریق پاکستان و هندوستان، اما این پروژه هنوز یک متر هم در خاک افغانستان حرکت نکرده به دلیل رقابت‌های خونینی که میان پاکستان و هندوستان است. آیا پاکستانی‌ها ما نمی‌فهمیم که پاکستانی‌ها این اجازه را خواهد دادن به دشمن دیرینه‌شان هندوستان که از این خط استفاده بکنه یا خیر؟ و از طرف دیگه شما دیدین که پروژه کاسا 1000 این پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای می‌تونه یک همگرایی اقتصادی را در منطقه و در افغانستان به میان بیاره که باعث میشه که از نگاه اقتصادی افغانستان یک درآمد خوب داشته باشه و از طرف دیگه میتونه کمک زیاد در قسمت ثبات و امنیت افغانستان داشته باشه. اما مسئولین همیشه در افغانستان تلاش بی کردن که پروژه‌های مهم منطقوی را حرکت بدن، اما رقابت‌های خونین کشورهای همسایه در بین خودشان و در قبال افغانستان همیشه مانع از این گپ شده و این بارم ما هنوز اطمینان از این نداریم که واقعا پاکستانی‌ها می‌خواهند صادقانه با ما باشند و یا باز هم می‌خواهند. اما به نظر شما حالا با همین فشارهای اقتصادی بر حکومت فعلی افزایش یافته، به نظر شما یا حکومت فعلی از این فشارها بیرون خواهد رفت؟ بدون شک ببینیم قسمی که در ابتدا گفتم تماما مشکلات و بحران‌ها مقطعی می‌باشند و این به زودی حل خواهد شد و در صورتی که شما در شب و روز مشاهده میکنیم که صحبت ها از حرکت دادن پروژه بزرگ منطقه‌ای در افغانستان صورت میگیره، این یک روزنی امید است که ما به زودترین فرصت از این حالت بیرون خود برآمدیم و افغانستان یک بار دیگر اعتبار خود در بین کشورهای منطقه و جهان به دست خواهد برد و جهان هم مجبور است که با افغانستان اینا تعامل بکنن و حکومت افغانستان به رسمیت بشناسن به دلیل از اینکه امروز شما می‌فهمید که در مجموع 5.5 میلیون خانواده در افغانستان وجود داره که از جمله 5.3 میلیون خانواده ها در افغانستان دارن زیر خط فقر دارن زندگی می‌کنند و این منجمد ساختن پولای افغانستان و وضع تزریقات اقتصادی که از طرف آمریکا و بعضی کشورهای همپیمانایش برای افغانستان وضع شده، اینا دارن خود مرتکب جنایت بشری در افغانستان میشن، اینا مرتکب نقض حقوق بشر اینا در افغانستان میشن امروز بیشتر از 97% مردم افغانستان بیکار و دارند زیر خط فقر زندگی میکنند. اینا همشان متاسفانه که عامل اصلیشان همین کشورهای آمریکا و کشورهای همپیمانهایشان هستند که متاسفانه تحظیرات و تحریمات در بالای افغانستان وضع کردند و پول مراینات در بیرون از کشور منجمد ساختند، باعث فقر و بدبختی در افغانستان شده. وقتی که اینا خودشان میان نقل حقوق بشر میکنند، وقتی که اینا خودشان میان مرتکب جنایت در افغانستان میشه، پس ما دیگه از هیچ گروهی دیگه شکوه و شکایت نداریم. بنان در این همچون یک شرایط حساس که افغانستان واقعا نیازمند کمک‌های جامعه جهانی و کمک‌های بشردوستانه هست و متاسفانه که در این مدت 20 سال هم که گذشت اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه جهانی بوده و هیچگاه متاسفانه این کمک‌ها بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی سرمایه‌گذاری نشده، به دلیلی که کشورها معمولا کمک‌هایی که کردن مشروط بودن و هر جایی که خود از اینا می‌خواستن و یا هر جایی که خود از اینا دلشان بود متاسفانه اینا اونجا سرمایه‌گذاری میکردن و در فکر این نبودن که اگر روزی کمک‌ها کاهش پیدا بکنه و یا اگر روزی کمک‌ها به شکل دائمیش قطع شود افغان‌ها در چه یک وضعیت قرار خواهد گرفتن. بنان بحث تولید در افغانستان هیچگاهی در حکومت‌های قبلی مد نظر گرفته نشد و یا جدی بالایش فکر نشد که امروز با خطا و یا کمک‌های خارجی ما به طرف یک بحران داریم حرکت میکنیم. البته یک موضوع دیگر هم می‌خوایم یادآوری بکنم که این مشکلات و این بحران مالی و یا اقتصادی و یا بیکاری، فقر و بدبختی که امروز دامنگیر مردم افغانستان است، این متاسفانه با تغییر نظام صورت نگرفته، بلکه متاسفانه این وضعیت در سالهای پیش داشت افغانستان تهدید میکرد. اگر شما به خاطر داشته باشین بعد از سال 2016 زنگ خطر به خاطر وضعیت بد اقتصادی در افغانستان آغاز شد، اما متاسفانه مدیران قوت فقط صرف مصروف اونمو بحث‌های سیاسی و زدبندهای سیاسی بودن، هیچگاه تمرکز بالای زدبندهای اقتصادی نکردن، هیچگاه بالای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در افغانستان توجه نکردن. اما یک واقعیت دیگه هم باید بپذیریم که متاسفانه در این مدت تماما سرمایه‌گذاری‌ها بالای سکتور امنیتی صورت گرفت، به دلیل اینکه جنگ‌ها، ناامنی‌ها همش باعث از این شد که بیشترین تمرکز حکومت وقت بالای تامین امنیت باشد و هیچگاهی بالای زیربناهای اقتصادی توجه صورت نگیره. و از طرف دیگه در سالهای اخیر شما شاهد بودین که بیشترین جنگ‌ها در ولایات، ولسوالی‌ها و در شهرهای بزرگ صورت گرفت که کسانی که خود یک تولید کننده بودن اینا به اثر مو جنگ‌هایی که در این مناطق داشت جریان داشت اینا همیشون به از یک حالت تولیدی اما فعلا چه فرصت‌های وجود داره؟ حالا امارات اسلامی میگه که به زودی با گردهواری درآمدهای گمرک‌ها و مالی افغانستان را از زیر فشار اقتصادی بیرون خواهد آوردن، در حالی که در حکومت قبلی روزانه تا 8 میلیون دلار در گمرک‌ها فساد صورت می‌گرفت. با این حال در وضعیت کنونی چقدر فضا به خاطر گردآوری درآمدهای گمرک‌ها و مالیه وجود داره؟ خب یک موضوعی وجود داره که ما با یک مشکل تقاضای خیلی پایین در مارکت مواجه هستیم، یعنی تقاضا با گذشت هر روز داره کاهش پیدا میکنه و توان خرید مردم کاهش پیدا میکنه. وقتی که مشکل در بحث عرضه و تقاضا ایجاد شود، از آنجایی که افغانستان کشور وارداتی است و در پالی از او بزرگترین چشمه‌های عایداتی حکومت هم مجرای گمرکات است، زمانی که عرضه در مارکت مشکل بر بخوره پس چطور ما میتونیم که از گمرکات خود عواید به دست بیاریم؟ به این دلیل است من فکر میکنم حکومت افغانستان خود یک منبع بزرگ مصرف کننده است و اینا تلاش بکنند تا تقاضای متعدد بلند و از پایین آمدن تقاضا در مارکت جلوگیری بکنند. زمان تقاضا پایین آمد بدون شک مشکلات به وجود میاد. همین اکنون روزانه تا 230 میلیون افغانی از عاید حکومت از مجموعه گمرکات است و اگر این درست مدیریت شود بدون شک ما میتونیم نه به شکل اساسی بلکه به شکل مقطعی میتونیم نیازمندی‌های افغانستان رفع بکنیم. و از طرف دیگه نیاز است که مسئولین حکومت امارات اسلامی افغانستان هم با امور سیاست‌های که دارن با جهان تعامل بکنند و تعهداتی را که به مردم افغانستان و جامعه جهانی اینا سپردن با او جامعه عمل بکشند. و از طرف دیگه تقاضای مردم افغانستان از جامعه جهانی، از خصوصا از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و آمریکایی است که در همچین وضعیت حساس و در همچین شرایطی که بیشتر از 97% مردم افغانستان نمیتونن وعده‌های غذایی سه وقت تهیه بکنن، با یک مشکل جدی و یک چالش جدی مواجه هستند. در یک شرایط حساس افغانستان تنها نگذارند، با مردم افغانستان کنار بیایند و مردم افغانستان اینا به رسمیت بشناسند و کمک‌های بشردوستانه خود در قسمی که سالهای قبل اینا با مردم افغانستان همکاری داشتن یک بار دیگر کمک‌ها را اثر بگیرند. ما امیدوار هستم که در کدام مدت ما میتونیم مشکلات خود حل بکنیم. درست. به عنوان کسی که عضو سکتور خصوصی هستند، روند بازرگانی و تجاری برای فعلا چگونه است؟ از آغاز حکومت فعلی تقریبا بیش از یک ماه میگذره، وضعیت تجاری چگونه است؟ خب وضعیت تجاری فعلا در افغانستان قسمی که دیگر سکتورها و یا دیگر بخش‌ها در افغانستان متضرر شدن، بدون شک که سکتور خصوصی هم از این وضعیت در امان نبوده. بنابر امو دلایلی که من قبلا اشاره کردم، مسدود شدن نهادهای حکومتی، مسدود شدن نهادهای اقتصادی و محدودیت در قسمت انتقال و برداشت پول و کمبود مواد خام، به این شکل مشکلات مرزی و مشکلات ویزا و پاسپورت و بالاخره انتقال پول، اینا چالش‌هایی بودن که تا هنوز هم پابجا باقی است و مشکل اساسی که میتونه باعث پایین آمدن ارزش در مارکت شود و پایین شدن یا عدم توانایی یا پایین شدن توان خرید مردم در مارکت است که این چالش‌ها هنوز هم پابجا است. اما مسئولین امارات اسلامی افغانستان شدیداً از این موضوع حمایت میکنند و بیش تلاش دارند تا این مشکلات و چالش‌هایی که فراری روند یا فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان قرار دارد و یا مشکلات تجار و صنعتکار که فعلا اونا با دست پنجه نرم میکنند، میخواهیم که این مشکل حل شود و تلاش هم وجود دارد. ما میبینیم که در ملاقاتی که با مسئولین امارات اسلامی افغانستان از طرف سکتور خصوصی همه روزه صورت میگیرند، اونا اطمینان از بهتر شدن وضعیت میدن و هر نوع حمایت و کمکی که خصوصی نداشتند از طرف مسئولین بهشان وعده داده میشه و مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما چون یک موضوع عمومی بود، نه تنها که سکتور خصوصی به این وضعیت مواجه شد، تمام نهادها و بخش‌های دیگه در افغانستان هم تاثیر منفی از این قرار گرفت، چون در افغانستان یک تحول بزرگ سیاسی به وجود آمد و نظام تبدیل شد، بنابراین مشکلات و چالش‌های خود هم داشته باشد. اما امیدوار هستیم که تمام مشکلات و چالش‌ها کوتاه مدت باشد و این مشکل بسیاری حل شود. ممکن در دراز مدت ما شاید یک فجایعی یا شاید یک مشکلات خیلی جدی در بخش حقوق بشری در افغانستان باشیم. چرا در کوتاه مدت احتمالی نمیره که این موضوعات همه حل شود؟ خب به دلیل از اینکه شما ببینید تمام نظام تغییر خورد، ادارات حکومتی تا هنوز هم اکثریتش با حالت عادی بر نگشته، به دلیل از اینکه اکثریت کارمندا و کارکنایی که در اون سکتورها تخصص داشتن و یا در اون سکتورها وارد به کار بودن، سیستم بلد بودن، متاسفانه اونا تا هنوز هم اکثریتشان به کارشان حاضر نشده، اگرچه که از طرف مسئولین برشان اعلامیه ها پخش شد که اونا به این بالای کارشان حاضر شدن، اما متاسفانه بنابر دلایل مختلف تا هنوز اینا حاضر نشدن. و از طرف دیگه موضوع به رسمیت نشناخته شدن امارات اسلامی کشورهای منطقه و همسایه و جهان است که اینا مشکلات افغانستانی در کوتاه مدت ممکن حل نکنند، اما در دراز مدت امیدوار هستیم که این مشکل به زودترین فرصت حل شود تا چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان به یک نقطه پایان گذاشته شود. تشکر. عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی که از کابل با ما وصل بوده. و آل هم نرخ ارزها. نرخ طلا در بازار کشور. و ممنون همراهی شما تا برنامه بعد. خدا نگهدار.